لندن میزبان نمایشگاه شکوفه های اتحاد بود. در این نمایشگاه 9 هنرمند رشته موسیقی هنرنمایی کردند. در ضمن آثاری از 50 هنرمند ایرانی از نقاط مختلف جهان و از داخل کشور و 1 هنرمند ایتالیایی هم به نمایش در آمدند. در این نمایشگاه که در موزه پارک گانرزبری لندن برگزار شد و مورد استقبال شمار قابل توجهی از ایرانیان این شهر قرار گرفت، آثاری از 50 نقاش، عکاس و مجسمه ساز ایرانی و 1 هنرمند ایتالیایی ریکاردو مانیاکاس که در رابطه با خیزش زن زندگی آزادی است به نمایش گذاشته شدند. برخی از این کارها به دلیل محدودیت مکانی و دیگر مشکلات به صورت مجازی در این نمایشگاه ارائه شده بودند. من جمله پروژه دستان ماندگار رامین اعتمادی بزرگ، هنرمند ساکن واشنگتن که برای اولین بار در شهر لندن ارائه شدند. آخرین دستی که به این مجموعه اضافه شده است، دستان شهبانو فرح پهلوی است. وانشا رودبارکی، هنرمند سرشناس ایرانی ساکن پاریس نیز در این نمایشگاه با کارهایش حضور داشت و به عنوان مدیر نمایشگاه دیگری که اخیراً در پاریس از سوی بنیاد شهبانو فرح پهلوی برگزار شده بود در جریان این نمایشگاه صحبت کرد. درود می‌فرستم به همه شما عزیزانی که افتخاری رو داشتن امشب در کنار شما باشم. خیلی سپاسگزارم از انجمن ایرانی حقوق بشر و تمام دست اندرکاران این انجمن برای برگزاری و برپایی یک همچین ایونت، برای اینکه فکر می‌کنم که یک همچین ایونت هایی هست، یک همچین مراسمی هستش که ما، مردم ما و میهن ما بهش نیاز دارن. ببینید، وقتی میخوان که میزان مهم بودن کشورها رو بسنجن، معمولاً کشورهایی که دولت‌هایی که به هنر اهمیت میدن و به فرهنگ اهمیت میدن و سرمایه گذاری میکنن رده های بالا رو دارن. به همین دلیل کشورهایی که دموکرات هستن و کشورهایی که کشورهای درجه یک، کشورهای متمدن و پیشرفته، توجه خیلی بیشتری به موضوع فرهنگ و هنر میکنن. هر چقدر دانش افزایش پیدا میکنه، درک از موضوع هنر هم افزایش پیدا میکنه. ما شانس این رو داشتیم که در دهه‌های پیش از سال 57، اون هم به واسطه شهبانو فرح پهلوی که بنای این کار رو در ایران گذاشتن، هنرمندامون و در واقع افرادی که به نوعی به هنر مربوط میشدن حمایت بشن و کشور ما جز رده‌های بسیار بالا بود، طوری که درست شاید خیلی ندونم و درست پیش از انقلاب سال 57 قرار بودش که یک نمایشگاه بین‌المللی در ایران برگزار بشه که این در اون منطقه شماره 1 بود و 30 تا کشور هم اعلام آمادگی کرده بودن، ولی به دلایل اونچه که خودمون میدونیم این برگزار نشد. هنرمندای ما در اون دهه ها، در اون دوره، شانس این رو داشتن که حمایت بشن، ولی پس از در واقع این دگرگونی سال 57 هنرمندای ما تنها موندن. دولت ما از اونجایی که رژیم حاکم در ایران نمیخواد که ملیت ایرانی و اصلا هنر ایرانی، فرهنگ ایرانی مطرح باشه، مسئلهش نیست، به همین دلیل اون حمایت هم صورت نمیگیره و هنرمندان ایران در این 5 دهه اخیر بدون پشتوانه بودن، ولی دست نکشیدن از فعالیتشون، کار کردن، شبانه روز کار کردن و خودشون رو به یک جایی رسوندن که در زمینه بین‌المللی می‌بینید که جز بهترین هنرمندان ایرانی هستن. این رو بدون هیچ حمایتی انجام دادن. امروز شما اگر که از هنرمندان ایرانی حمایت بکنید، مثل اونی که از ایران حمایت کرده باشید. حمایت شما از هنرمند به معنی حمایت شما از فرهنگ و هنر ایرانه. بنابراین
بیایید از مملکتتون، از میهنتون حمایت بکنید و بذارید که هنرمندا هم بیشتر جون بگیرن، مطرح بشن. به ویژه این استعداد دارن که هنرمندای ایرانی جزو بهترین ها هستن. بنابراین همین صحبت رو سخن رو کوتاه میکنم و امیدوار هستم که بتونید امشب حمایت داشته باشید از این هنرمندان و آرزوی سربلندی و سرافرازی برای همه هنرمندا و ایرانی ها میکنم. پایان ایران. اجازتون میگم. در جریان افتتاح این نمایشگاه خانم نازک توکلی به نمایندگی از انجمن حقوق بشر ایران و متحدان که برگزار کننده این مراسم بود به حاضران خوش آمد گفت. سپس وحید عبازری شعری را که به همین مناسبت سروده بود برای حاضران خواند. ایران بانو بگو فریاد پنهانت که در جرفای جان داری، بگو ایران تو ای مادر که در دل بذر نان داری، بگو آن درد پنهانی که در زخم گلو داری، بگو ای مادر ایران که قرنها آبرو داری، تو ای شورم تو ای جانم تو را پاینده میخواهم، بگو ای نور چشم ما که در دل های هو داری، بگو با بال بشکسته که پای جستجو داری، بگو از پیچک عشقی که در دل آرزو داری، بگو هر دم ز یک پیچک هزاران گفتگو داری، بگو از بذر انگورت که در خاک سبو داری، بگو از پاکی چشمت که از آن دل نکو داری، بگو از فتنه های بد که از هر فتنه جو داری، بگو بر اهرمن کیشان اهورا پرسجو داری. فریدون فربد که مدیریت این نمایشگاه را عهده‌دار بود در مورد اهداف و چگونگی برگزاری شکوفه های اتحاد به کیهان لندن گفت. خب انجمن حقوق بشر ایران و متحدان تصمیم گرفته بود که یک سری فعالیت فرهنگ هنری انجام بده، قبلا هم انجام داده بود. در مورد این برنامه بعد از اینکه نمایشگاه شهبانو رو در پاریس دیدن، در واقع خب خیلی جدی‌تر شدن و ابراز علاقه کردن که در حوزه فرهنگ و هنر ایران ورود جدی داشته باشن و خب بعد تصمیم بر این شد با توجه به صحبتایی که با هم کردیم و حالا ارتباطاتی که با هنرمندان وجود داشت، تصمیم بر این گرفتیم که این ایونت رو برگزار بکنیم، ایونتی که در راستای معرفی فرهنگ هنر ایران باشه با مجموعه از آثار هنری تجسمی، موسیقی و در واقع رقص، که یک ایونت یک روزه بود که برگزار شد و هدفش هم همونطور که دوستان گفتن، در واقع باز تاکید میکنم، معرفی فرهنگ هنر ایران بود و حمایت از هنرمندان ایران، برای اینکه حمایت از هنر و هنرمندان ایران بسیار بسیار مهمه و باعث میشه که هم هنرمندها برای خلق مجدد آثار انگیزه داشته باشن و هم اینکه ما بتونیم از فرهنگمون، از کشورمون بیشتر بگیم. شما همین آثاری که در اینجا دارید میبینید طیف گسترده ای از مسائل، چه مسائل اجتماعی، چه مسائل زیست محیطی و مسائل اینچنینی ایران رو شامل میشه. برای همین هنر بهترین راه بود برای اینکه ما بتونیم صدای بلندتری داشته باشیم، گرد هم جمع بشیم، ایرانیان مقیم خارج از کشور کنار هم باشیم برای ایران و بعد از این طریق بتونیم عشقمون رو به کشورمون نشون بدیم و همینطور از هنرمندانمون حمایت بکنیم. او در ادامه در اشاره به مشکلات برگزاری اینچنین نمایشگاهی با کارهایی از 51 نقاش، مجسمه ساز و عکاس و آن هم در مدت زمان کوتاهی به کیهان لندن گفت. استقبال که بی‌نظیر بود. من اول اینو بگم که در واقع ما 50 هنرمند هنری تجسمی و یک هنرمند ایتالیایی در این نمایشگاه در بخش تجسمی داریم و 9 هنرمند دیگه هم هنرمندان در واقع موزیسین و رقصندمون هستن. این مجموعه میشه 60 هنرمند. خب در بخش اون هنرمندان تجسمی استقبال بی‌نظیر بود به واسطه اینکه خب من سالها در ایران کار کرده بودم، خب خیلی از اینها دوستان من، اساتید من هستن و خب من رو میشناختن و به محض اینکه من گفتم یک همچین برنامه هست و میخوایم برنامه رو برگزار بکنیم،
استقبال کردن و ما نگوشییت کردیم و هم میگه در مورد اینکه چه کاری داشته باشیم چه کاری نداشته باشیم. خب یه سری کارها رو ناچار بودم از کلکتور بگیرم، چون میدونین به خاطر شرایط ایران نمیشد از خود هنرمند کار گرفت، و ولی خب دوست داشتم کار هنرمندا رو تو نمایشگاه داشته باشم. به هر حال کارها رو گرد هم جمع کردم، هنرمندان خارج از کشور که خب نگوشییت با خودشون کردیم، در مورد هنرمندان داخل کشورم بسیارشون رو با کلکتورها صحبت کردیم و در واقع این مجموعه رو تونستیم جمع بکنیم. چالش عجیب غریبی که به وجود داشت این بود که خیلی جالبه که ما الان در لندن داریم زندگی می‌کنیم، برگزیت یکی از بلاهایی بود که دامن نمایشگاه رو گرفت، برای اینکه ما سه تا هنرمند آلمانی داشتیم که هنرمندان که من خیلی دوستشون دارم، یکیشون علیرضا درویش نازنینه که من بسیار بسیارش ارادت دارم، و کار علیرضا درویش، کار سعید رفیعی منفرد و کار سبا سلیمانی اومده ولی در گمرک گیر کرده. ما هر کار کردیم نتونستیم ترخیصش بکنیم، ولی به هر حال اثرشون رو هم به صورت دیجیتال و هم به صورت در واقع نمونه پرینت شده آثارشون رو نمایش دادیم، و خب همه آثار هم برای فروش هستن. چالش بزرگ واقعا این بود، و چون برای من و مجموعه خیلی اهمیت داشتیم کار، سعی کردیم همه چیز رو هندل بکنیم. پیچیدگی داستان جایی بود که دقیقا فکرش رو نمی‌کردیم، مسئله برگزیت. از جمله هنرمندانی که کارهای آنها در لندن به نمایش گذارده شد، میتوان به فیروز فرمانفرماییان، شادی قدیریان، مصطفی هروی، یلدا معیری، مهناز خانی، مجید سعیدی، حسین محجوبی، آناهیتا رزوانی راد، آلفرد یعقوبزاده و افشین نوقانی اشاره کرد. افشین نوقانی، هنرمند سرشناس ایرانی ساکن لندن، از اهمیت برگزاری این چنین نمایشگاه‌هایی به کیهان لندن گفت: خب کار جمعی مثلا اینکه بتونی این همه کار رو از این همه آرتیست‌های متفاوت از سراسر دنیا جمع بکنی تو یک محل، بتونی همه رو با هم نمایش بدی، اصلا از لحاظ لوجستیک کار خیلی دشواریه، خیلی مشکلیه، و اینکه تونستن این کار رو بکنن خودش خیلی با ارزشه. او همچنین از نقش هنرمندان در حمایت از حرکات‌های مردمی در داخل کشور گفت: واقعا جواب این سوال نمیدونم، من این حرکت‌ها و اتفاقاتی که داخل ایران میفته، من فکر میکنم برای ماهایی که بیرون از ایران هستیم، تنها چیزی که میتونیم باشیم بتونیم اینه که صدای اونا رو بلندتر بکنیم و بیشتر به گوش مردم دنیا برسونیم. با اینکه فکر کنیم ما نمیتونیم هیچ وقت جای نماینده اونا باشیم، اونا زحمت رو دارن میکشن، اونا سختی هاش رو دارن میکشن، اونا دارن کشته میشن، زندان میرن. ما تنها کاری که از دست ما برمیاد اینجا که اینه که بتونیم صدای اونا باشیم، صداشون رو بلندتر بکنیم که دنیا بیشتر صداشون رو بشنوه. هنر به خاطر که به نظر من هیچ لیمیتی نداره، هنر جوابگوی پاسخگو به هیچ کس نیست، برای همین این توانایی و این قدرت داره که بتونه خیلی چیزا رو زیر سوال ببره، خیلی چیزا رو به چالش بکشه. اجرای موسیقی هم بخش دیگری از این نمایشگاه بود. آرزو موسوی، رقصنده جوان ایرانی، نیز یکی دیگر از هنرمندانی بود که در جریان برگزاری این نمایشگاه هنرنمایی کردند.
you.